سلام دوشنبه 22 دی 93 12 ژانویه 2015 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه در پاریس دیروز بیش از 1.5 میلیون نفر در دفاع از آزادی بیان و حق آزادی بیان و محکوم کردن اعمال تروریستی دست به راهپیمایی آرام و ساکت و با سکوت زدند بسیاری از رهبران کشورهای دنیا از جمله آقای نتانیاهو و محمود عباس که شاید پدیده این راهپیمایی بود شرکت کردند مطبوعات امریکا به آقای اوباما و ادمنستریشن او کابینه او انتقاد کردند که چرا کسی نبوده و دادستان کل امریکا هم که شرکت کرده بود به دلیل دیگری در پاریس بوده به هر صورت نکته جالب دیگه این که مردمان اروپایی و بسیاری کشورها از دستاوردهای مدرن مثل آزادی بیان دفاع می کنند امر مبارکی است و جالبه که مطبوعات توجهی رو دیروز دادن به داستان یک جوان مسلمان سومالیایی که به صورت کارگر ساده در اون سوپرمارکت یهودی در شرق پاریس کار میکرده و با فداکاری پانزده نفر از گروگان ها رو در زیرزمین در سردخانه مخفی کرده از جمله هفت کودک و هشت زن رو و به این ترتیب از کشته شدن به دست گروگانگیر نجات داد. روزنامه آلمانی هامبورگ مورگن پست هم که کاریکاتورهای شارلی عبدو رو بازنشر داده بود از جانب افراد ناشناس با مواد آتش زابهش حمله شد کسی خوشبختانه آسیب ندیده و آتش هم بلافاصله خاموش شد موضوع دوم اینکه آقای علی متحرین ماینده تهران در مجلس دیروز در نطخی که شروع کرد وقتی رسید به این غیر قانونی بودن حسر آقایان متح... آقایان موسوی و کروبی و خانوم رهنورد مورد حجوم و حمله تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت از جمله سردار فتح الله حسینی که به زمین خاری معروفه و گفته میشه پرونده قتل داره سردار عزیز الله اکبریان آقای ابراهیم آقا محمدی جواد کریمی و قدوسی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس که متحری رو کاغذش رو سعی کردن بگیرن هلش دادن و نهایتا هم آقای ابو ترابی به صورت غیر قانونی مجلس رو جلسه رو تعطیل کرد روزنامه کیهان هم در سرمقاله امروزش به آقای متحری حمله کرده و نهایتا هم خواسته نتیجه که گرفته گفته حرفای مرحوم آقای متحری رو دیگران بهتر میفهمند و پسرش نمیفهمه به هر صورت این اقدام شجاعانه ای آقای متحری که خیلی روشن هم اول صحبتش گفته که من به آقای موسوی و کروبی رأی ندادم به محسن رضایی رأی دادم موافقتی هم با آرایشون ندارم ولی از عمل غیرقانونی انتقاد کرده حصر کردن و گفته نه دی با این تفرقه افکنی یوم الله که نیست هیچ یوم شیطانه و مسائلی از این دست نشون داد که فردیست که از جایگاه نمایندگی مجلس خوب استفاده میکنه شجاعت لازم رو داره و این حمله و این لاتبازی در صحنه مجلس آبروریزی بزرگی است برای مجلس شورای اسلامی و دستگاهی مثل آقای خامنه ای که این نمایندگان رو در مجلس قرار داده معاون آقای رکن جوادی معاون وزارت نیرو وزارت نفت عنوان کرده که درآمد شرکت نفت به نصف کاهش پیدا کرده و در حدی است که وزارت نفت بودجه اجرای پروژه های خودش رو هم نداره 60 نفر از کارگران کارخانه نورد و لوله صفا هم جلوی فرمانداری ساوه تجمع داشتند صد نفر دیگه از کارگرها در محوطه کارخانه تجمع کردند و لاستیک آتش زدن برای اینکه مردمی که در جاده ساوه رفت آمد می رو متوجه کنند به اتفاقاتی که براشون میفته و اعتراض کارگرا به این است که چهار ماه حقوق نگرفتن چانزده ماه حق بیمهشون و کارفرما نپرداخته و کارخونه هم از هفت دی ماه تعطیل شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرده که در سال 92 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده که نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور هست او گفته در جنوب کشور در انشای دبیرستانی مدرسه ای وقتی بچه ها پرسیدن در موضوع انشا که در آینده میخوان چه کار بشین 80 درصد نوشتن که قاچاقچی میخوان بشن صورت همونطور که بارها صحبت شده پشت شبکه قاچاق کالا در کشور هم سپاه قرار داره موضوعی که وقتی یک بار آقای احمدی نژاد تحت عنوان برادران قاچاقچی مطرح کرد با اعتراض واکنش شدید آقای عزیز جعفری و ادهی سپاهی ها مواجه شد ولی اسکله های غیرقانونی و دستگاه غیرقانونی سپاه در این زمینه زبان زده آم و خاص موضوع چهارم اینکه نشریه صبح صادق سپاه به شدت حمله کرده به نوشته یه روز سایت خبر آنلاین که در خصوص فساد اقتصادی سپاه نوشته بودن و گفته که درست نویسنده و کرده ولی باید ببینیم به دستور چه کسانی این کار رو کرده و حسب معمول سعی کرده به یک توطعه عجیب و غریب علیه سپاه و پنجه به صورت سپاه کشیدن خطرناک و مسائلی از این قبیل مهدی نوروزی یکی از فرماندهان بسیج که بسیج کرمانشاه که در حمله به ستاد آقای مهندس موسوی دخالت داشته و عکس هاش هست و ضمنا در سرکوب های خیابانی سال 88 هم حضور داشته در عراق در شهر سامره کشته شد رجا نیوز هم به همراه گروهی از پایداری ها تبلیغاتی رو علیه دولت آقای روحانی شروع کردن تحت عنوان موج پسر امه ها و در واقع افرادی رو مطرح میکنند که آقای روحانی از خیش و قوم خودش در کارها قرار داده در ارتباط با پرونده آقای سعید مرتزوی هم گفته میشه هفتاد نفر به دادگاه احضار شدن به عنوان شاهد از جمله بابک زنجانی موضوع پنجم اینکه آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی توضیح داده که در مسقط در حالی که با امریکایی ها مذاکره رو شروع کردند ها از جایی آغاز کردند که گویی اصلا قبلا هیچ ای نشده و در وین هم او گفته که مذاکرات ابتدا خوب پیش میرفت ولی بعدا متوقف شد اون خوب پی، اون پیش رفت و مطالبی رو امریکایی ها مطرح کردند که به هیچ وجه درکی از موقعیت ایران نداشت از جمله اختلافات بر سر زمان قرار داد هست که دست کم باید دو رقمی باشه به گفته امریکایی ها یعنی از ده سال تا 20 سال و ایران خواهان حداکثر چهار سال پنج سال زمان قرارداد هست گفتن حتی ذخایر پنج درصدی همه رو باید از بین ببرین و دیگه تولیدم نکنید و فقط اورانیوم سه درصدی داشته باشید و مسائلی از این قبیل البته آقای صالحی خواسته در این مصاحبه بگه که بر اساس حرفی که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زده بوده هیئت امریکایی این کار رو کرده و در واقع این فشار یهودیان بوده که تغییر جهت داده اما موضوع ششم اینکه روزنامه واشنگتن پست از قول خانواده جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست که در 170 روز در ایران در زندان به سر میبره و داره نزدیک شش ماه میشه حبس او عنوان کرده که هنوز جرم آقای جیسون رضایان معلوم نیست و به روشنی به او تفهیم اتهام نکردند اندکی صرف سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی